داداش من 2 هفته از چنل زدم، اصلا ساجست نمیشه که چه وضعی آخه. من ریدم توی یوتیوب، ریدم توی زندگی. ای من دوستان سلام، من سالارم و اینجا چنل یوتیوب پرشین آکادمی. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون بگم زمانی که شما یه چنل رو اندازی میکنین از کی باید انتظار داشته باشید که اون چنل شروع کنه به ساجست شدن، چون همونطور که میدونید از روز اول چنل شما ساجست نمیشه. حالا چه اتفاقایی میتونه بیفته که چنلتون ساجست بشه و حدوداً از کی ساجست میشه؟ امروز بهتون میگم. خب دوستان، اولین نکته که وجود داره اینه که زمانی که شما یه چنل رو راه اندازی میکنین، اول از همه یوتیوب باید مطمئن بشه که شما یک یوتیوبرید، شما یه کانتنت کریئتور هستید و میخواید توی این فضا تولید محتوا بکنید، بعد بیاد چنلتون رو ساجست بده. پس اول باید اطمینان پیدا کنه. حالا چجوری میتونه اطمینان پیدا بکنه؟ یه نکته که وجود داره اینه که معمولا یوتیوب میذاره 1 ماه، 2 ماه، بعضی وقتا 3 ماه از استارت چنل بگذره تا بعد بیاد اون سیستم ساجستشن خودش رو روش پیاده بکنه. البته چنلایی که از همون اول کار رشد خیلی بالایی داشتن، از اون اول کار ویوشون بالا بوده، ممکنه که بعد 3 هفته، 4 هفته یا حتی 2 هفته این داستان ایمپرشن و ساجستشن یوتیوب روشون پیاده بشه. پس شما حتما باید 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه صبر بکنید تا سیستم ساجستشن براتون فعال بشه. حالا نکته بعدی که وجود داره اینه که تعداد سابسکرایب به این داستان هیچ ربطی نداره. چیزی که بهش ربط داره تعداد ویوه. اگر شما یه چنل داشته باشید با 100,000 تا سابسکرایب ولی ویوتون پایین باشه، ایمپرشنتون و ساجستشن یوتیوبتون خیلی به درد نخوره. اما اگر یه چنل داشته باشید که کلن 500 تا دونه ساب داشته باشه اما ویوش خوب باشه، اینجا دیگه ایمپرشن و ساجستشن یوتیوب براتون خیلی بهتر عمل میکنه. یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه برای یوتیوب که بیاد این سیستم رو برای شما پیاده بکنه اینه که شما طبق برنامه و با برنامه ریزی ویدیو آپلود کنید. اینجوری نباشه که هر وقت ویدیو به دستتون رسید اون ویدیو رو آپلود کنید. نه، یه تایم داشته باشید، یه زمان بندی داشته باشید، یه سری روزهای مشخص داشته باشید برای آپلود کردن ویدیوتون. مثلا بگین من روزهای زوج ساعت فلان آپلود میکنم، روزهای فرد ساعت فلان، فلان روز فلان ساعت آپلود میکنم. این داستان به شدت تاثیر داره تو این سیستم که ساجستشن یوتیوب به خوبی برای شما بیاد فعال بشه. یه داستان دیگه هم که همیشه بهتون گفتم دیگه قاعدتا حفظید اینه که توی ساعت‌های اولیه انتشار ویدیو خیلی مهمه که اون ویدیو چقدر بازدید میخوره و اینه که باعث میشه اون ایمپرشن اولیه ویدیو شما چقدر باشه، که خب خیلی میتونه تاثیر داشته باشه روی اینکه بازدید کل ویدیو شما قرار مثلا بعد از یه هفته چقدر باشه. پس تو ساعت‌های اولیه سعی کنید از هر جایی که میتونید برای خودتون بازدید جور کنید. و در نهایت هم حتما یه مقدار صبر کنید تا یوتیوب بنده خدا بتونه کارشو انجام بده، مطمئن شه که شما میخواید این کار ادامه بدید، بعد مطمئن باشید ایمپرشنتون هم بالا خواهد رفت. نگران این داستان نباشید. حالا که راجع به این موضوع صحبت کردیم، اگر هنوز چنل یوتیوب من رو سابسکرایب نکردید، زنگوله نوتیفیکیشنش رو نزدید، همین الان هم سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بغلش هم بزنین تا ویدیوهای جدید من از دست ندین. چنل دومم هم لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم. خداست، اصلا فان بگو بخند ریاکته و یه سری اتفاقای جالبه که ازتون دعوت میکنم حتما چنل دوم منم سابسکرایب بکنید و هر نظری که دارید حتما توی قسمت کامنت بر من بنویسید.